رانجیتا رانجان نماینده کنگره هند از بخش سوپال در ایالت بیهار هند گفت با مطالعه قرآن دریافته قوانین مربوط به طلاق در اسلام بهترین قوانین در جهان است و که در کنگره این کشور درباره لایحه‌ای برای منع طلاق کردن سخن می گفت افزود من قرآن را مطالعه کردم و به این کتاب احترام می گذارم زیرا قوانین بسیار خوبی درباره طلاق دارد رانجان افزود من به قرآن افتخار می کنم. از دیدگاه این کتاب مقدس زنان حقی برابر با مردان در طلاق دارند در این کتاب گفته شده که روابط دو شخص و دو خانواده چگونه باید باشد و سعی می کند که در پنج مرحله از طلاق جلوگیری کند هیچ قانونی درباره طلاق نمیتواند محکمتر محکم تر از مطالب قرآن باشد آرانجان خطاب به نمایندگان کنگره هند ادامه داد شما در این توهم هستید که زنان و مسلمان به شما رأی میدهند چون قانون منع است کردن را تصویب کرده اید در حالی که هندوها در بسیاری موارد برخلاف آموزه های دین خود و در شرایطی که هنوز همسر قبلی خود را طلاق نداده اند اقدام به ازدواج مجدد می کنند چرا شما به این موضوع توجه نمی کنید و فقط به مسلمانان می پردازید؟ وی ادامه داد اگر دولت بر تدوین قوانین مربوط به طلاق مسلمانان اصرار دارد باید اصول قرآنی را بپذیرد زیرا بهترین قوانین هستند و جامعه اسلامی آن را بهتر میپذیرد یادآور می شود چندی پیش دادگاه عالی هند در حکمی سه طلاق کردن را برای مسلمانان ممنوع و بی اعتبار اعلام کرد